بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد مصطفى وعلى آله وصحابه مجتبى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جلالت مسئولین محترم محترم در پارلمان و مشران جرگه، رئیس و اعضای محترم شورای ولایتی منتخب بغلان و همچنان والی های محترم پیشین بغلان و پنشیر، جناب زیدیار صاحب، همه بزرگانی که اگر نام شما به ترتیب گرفته نمیتونم، و خواهران عزیز، برادران عزیز، خانواده مطبوعات عزیز و حضور گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک شعره که مختصر است امیر اول میخونم، بعد مطالب که دارم خدمت درز میکنم. ما ز نازکترین کوچه شرق آمده ایم، ما ز نازکترین کوچه شرق آمده ایم تا با آغوش سحر ناله به لب آمده ایم. ما با این گردنه آسان نرسیدیم ای قوم، ما با این گردنه آسان نرسیدیم ای قوم، زخم بر سینه و بر شانه دویدیم ای قوم. هر قدم پاره ای از پیکر ما جا مانده، هر قدم پاره ای از پیکر ما جا مانده، دست و پا و سر همسنگر ما جا مانده. نخست از همه درود می فرستم به روح شهدای میلیونی دوره جهاد و مقاومت ملت بزرگ افغانستان و همچنان شهدای ای 15 سال اخیر، شهدای گمنام و نامدار، به خصوص رهبر جهاد و مقاومت، قهرمان ملی استاد مزاری شهید، آقای صاحب عبدالحق و آقای صاحب قدیر شهید، و شهدای عزیزی که به ما ارزش مردم که چشم داشت، مثل جنرال داود شهید، شاه جهان نوری شهید، سید خیلی شهید، احمد خان سمنگانی، عبدالمطلب بیک شهید، ملک زرین شهید، خان محمد خان مجاهد، خاک رزوال شهید، معلم اکبر شهید، زکیم شاه خان شهید خوست. اما خواستم ده ها شهیدی که شاید ما نامشان را فراموش بکنم، دکتر صاحب عبدالله لقمانی شهید و شهدای دیگه که شاید ممکنم حال نامشان به یاد ما نیاید، و به ویژه همسنگر نترس فرزانه و غیور با عزت من محمد رسول خان محسینی شهید، رئیس اسبق شورای ولایتی بغلان، که به مرگش همه سرزمین حماسه‌ساز بغلان میگریست و درد و نالهش همه سرزمین شمال و اقصا مناطق کشور را فرا گرفته بود. شهادت این جانمرد را به فامیل معظم محسین شهید تسلی عرض میکنم، تهنیت میگم، و به برادرای عزیزش طول عمر امو متانت و شهامت برشان میخوام. محسینی شهید تنها رئیس شورای ولایتی نبود، بلکه یک عیار، جانمرد، بزرگ قوم و یک کسی که قدم به قدم مردم خود میدوید، به خاطر خدمتگذاری به مردم خود عشق میورزید. هر لحظه کور میدیدیم به ما هم همو عشق خدمتگذاری به وطن و مردم بیشتر افروخته میشد. از سر و سیمای غلام رسول محمد رسول خان عشق به وطن، عشق خدمت به مردم عزیزش جاری بود. اما ما همچه عزیزها را از دست دادیم. ما تا به کی
نوحه خوانی کنیم، دعا بخوانیم، فاتحه بگیریم و انا لله و انا الیه راجعون بگویم. درست است که مرگ از جانب خداست، مرگی که قطعی است، اتمی است، او یک لحظه پس و پیش نمیشه. مستقای کلام الهی که ذا جاء اجلهم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. و آنانی که پایشان میلرزد از این آیه، آیه دیگه تو خداوند میگه که اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشجره. هنگامی که فرار رسد مرد گیر میکند شما را، ولی که در برج اهنین و مستحکم هم بوده باشد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زندباد مجاهدین افغانستان. اما از یاد نبریم که خداوند میگه که ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خدا به دسته به هلاکت نتن. خواهر تبیری کنیم میشه. ما همه شکایت داریم چرا کشته میشیم. و نخبه‌ترین، نابترین، فرزانه‌ترین فرزندان این سرزمین دشمن از ما میگیره. پای هم تجلیل برش میگیریم، دعا برش میخوانیم، به زمین میبریم، زیر خاکش میکنیم، دفنش میکنیم. ما چرا تدابیر نداشته باشیم؟ ما چرا مدیریت نکنیم؟ اگر حرفای ما به بزرگاه برمیخورده باشه، معذرت میخوایم که من در آدم سریع هستم، حرفای ما کمی احساساتی هستم، رو راست میگم. همه ما شما شکایت از وضعیت جاری داریم، چرا کشته میشیم؟ چرا مستجم نیستیم؟ چرا تدابیر نداریم؟ همین شما ها نیستیم که 1.5 میلیون قربانی به خاطر آزادی دادیم که ملتتان آبرومند، عزتمند، آرام در پالی کنار یا در کنار سایر ملل دنیا زندگی بکنند؟ چرا ملل همه دنیا حق دارن که لبخند به لبان اولادایش بده باشد، درس هم بخوانن، تحصیل هم بکنن، انکشاف هم داشته باشن، به کره مریخ و آفتاب باشن، مهتاب هم برون و از ما در فقر زندگی بکنن و همیشه قربانی بده و همیشه خون بریزنن و همیشه میدان مانور و جنگای نیابتی بیگانه ها بده باشیم؟ کی جنگ نیابتی را به افغانستان میاره اگر ما مدیر خوب بده باشیم؟ کی میتونه که دیگه فرزند ما را با سادگی از ما بگیره مگر اینکه ما مدیر خوب بده باشیم، صفی هم چون مرسوس داشته باشیم؟ هر یکی ما شکایت میکنیم از حاکمیت مطلقه، مثال ارگ یا این حکومت یا آن حکومت. هر کدام ما شما شکایت میکنیم از تلف شدن حق خود. چرا با هم یک جای با یک برنامه خوب مدون ریخته شده، عاقلانه، خردمندانه یک جای به پیش بریم تا هم حق خود بگیریم و هم حرف اول بزنیم و در هر دوره و هر بازی نقش محوری و نقش کلا را در سطح کشور داشته باشیم؟ اگر ما موضع تنهایی نداشته باشم که مربوط جمعیت است و اینجا رهبریش نشسته و رهبری جهاد و مقاومت که حیثیت پدری معنوی را به ما داشت، که همیشه برش میگفتن که تو حیثیت پدری منوی را دار. وقتی که کرزش را به من زیاد تاکید میکرد که ما اون اول شوم یا این شوم یا آن شوم یا در بیتیم بریم، من میگفتم که استاد نه تنها رهبری من است بلکه پدری منوی من است. تا روزیش نسازی هیچ چیزی را ما با تو به توافق رسیده نمیتونیم. اگر من تصمیم تنهایی بگیرم، اگر جناب احمد ضیاء مسعود تصمیم تنهایی بگیره، اگر احمد ولی خان مسعود تصمیم تنهایی بگیره و یا نهضت ملی داشته باشه یا با جنبه ملی داشته باشن، اگر دکتر صاحب ائتلاف ملی داشته باشه، اگر جمعیت باز هم رئیسش به تنهایی تصمیم بگیره و جناب قانونی صاحب افغانستان نوین یا منسی شخصیت معزز و مطرح وطن که توانایی سیاسی و پایگاهی خود داره اینا تناتر تصمیم بگیره، یا وزیرای پیشینی ما، والیای پیشینی ما، هر کدامش از خود جایگاهی دارن، از کی گله بکنیم؟ پس ما وقتی که ما افتراق بالای ما حاکم بوده باشه، ما متفرق بوده باشیم، حق از کی بخوایم؟ کی با ما حق بوده؟ با کدام آدرس حق بوده؟ یک روز به خانه قانونی صاحب جلسه بود، کل جزئیاتش نمیگم، یک نکتهش میگم، برادرای زیاد شته بوده، نام گرفتم که آقایون امی کدامی در رهبر هستی که به سربازیت شاییم؟ یه خود نمیشه که 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 تا رهبر و عسکر کمبوتی میکنه.
ما صف مخصوص میخواییم، ما صف واحد میخواییم، هیچ کدام ما برتر از کدام دیگه ما نیستیم. هر کدام ما خوبتر کار کردیم، بیایم که از اون حمایت بکنیم. اگر دوستا و عزیزای ما که جریان های مختلف ایجاد کردن یا نهادهای مختلف برابری دوا دارن، بسم الله، فعلا ما یک اداره موقت داریم، زمین را مساعد میسازیم، میریم به طرف کنگره، هر کس فعالیت خود بکنه، به دل و سینه مردم راه باز بکنه، جا باز کنه، فعالیت بکنه، رقابت مثبت بکنه، رای بگیره، رئیس جمعیت شد، جمعیت 60 ساله، جمعیتی که قدرتش در اقصا مناطق افغانستان، در عمیق‌ترین دره‌ها، در بلندترین خله‌ها احساسش میکنی و حضور داره. چرا این حزب جور نکنیم؟ حزبی که 60 سال عمر داره، سابقه داره، در دوره‌های مختلف خدمات درخشان و خدمات ملی و خوبی را به ملتش عرضه کرده، بزرگترین و شایسته‌ترین چهره‌های خود را از قهرمان ملی گرفته تا به رهبر جهاد مقاومت خود به شهادت دادن، قربانی دادن، خونی که به پیشگاه قدم‌های شما ملت عزیز ریختند. این حزبی که قدرت داره، ملت داره، ولی متاسفانه قبول کنیم که منسجم نیستیم، انسجام نداریم. هر کسی که دعوی تاج و تخت میکنه، هر کسی که دعوی مبارزه سیاسی میخونه و رقیب فرا میخونه به میدان، او رقیب و او سیال جمعیت است و بس. نعره تکبیر! وقتی که در هر بازی محوری جمعیت یک طرف بازی بوده باشد، چرا خانه کلان و بزرگ جورش نکنیم؟ چهره‌های بزرگ را شهید داده، چهره‌های زیادی دلسوزی که در کنار خود دارد. اگر دست بلاشه باشیم، یکی پیش چشمای ما میبرند، دست بسته قربانیش میکنه و ما به خونش باز بگریم. خود دوستان من زیاد صحبت میکنم، من یکم نکاته که اگر یادم آمد امیده تیسی زگی یاداش کردم، خدمت شما میخوام. ما در دو محور چند بودی جنگ و سیاس مخالفت های سیاسی یا رقابت های سیاسی قرار داریم. به خاطر میگم که کل جوان های عزیز ما در جریان باشه که ما در چی وضعیت قرار داریم. مشکلات ما را در محور سیاسی توضیح نمیتیم، خواسته باشیم تنها تنها با امرادان صحبت میکنیم. در دو سه محور مخالفت سیاسی قوی و خطرناک رو برسیم، ولی ایده بدانیم که با اندک کار زانوی جمعیت کس خمیده نمیتونه، خم کرده نمیتونه. تکبیر! در محور جنگ های نظامی، یک وقت طالب ها بود، یک کمی هم برادای اسلامی بود که خوشبختان حال با حکومت پیوستن، با پروسیس پیوستن که یک کار خیر است انشاءالله. تنها طالبا بود، حال طالبا چهار بخش شده: یک، طالبای پاکستانی، دو، طالبای فلان کشور، خودتان میفهمین، و طالبای دیگه کشور، و طالبای انشابی. حداقل سه تا چهار کشور حال در افغانستان طالب داره. و نکته خطرناکتر داعش جور شده در افغانستان، نه داعش آورده شده از خاورمیانه. بیرقای سفید سیاه شده، امکانات تجهیزات خوب داده شده، جغرافی در اختیارش هم گذاشته شده، هلیکوپترها من نمیفهم که از او پیش قبول نمیکردیم، ولی دوستایی که بچه شم دیدن در خلال یک ماه، من نمیفهم که از او طرف دریای عمومی میای، از این طرف دریای عمومی میای، از او طرف خط دیورن میای، از کجا میای، از آسمان میای. خب میاین کلگی دیدن که هلیکوپتر پایین میشه، متسکل سارا را اکمال میکنن و چیزایی رو با خود میبرن. داعش ساخته شده. همه جنگ نیابتی و رقابت بسیار خطرناکی است که هزاران فرزند من اوتو رو قربانی میگیره و مردم ما در شمال زیر پا میشه و برنامه حکومت که ما میشنوم، برنامه کارا و برای تصفیه و جلوگیری از این حرکت مدهش، کشنده، خطرناک و خیلی تباه کننده، مطابق با او برنامه وجود نداره. از بدخشان گرفته تا آخرین کوهستانات سرپول، المار و قیصار، فاریاب و دره‌های مختلف
ولایت مختلف شمال و ولسوالی هرچی قنداز، جنگل امام صاحب قنداز و ولسوالی کلبات، شاروان، کجا کجا اینا همه جای فامیل هم دارن، تربیه میکنن، ترینینگ میبینن و انسان میکشن. کشورهای در جهت تربیه و قدرتمند شدن اینا کار میکنن و کشورهایی هم پالیسی را تغییر دادن تا طالب حمایت بکنن، گویا توسط طالب داعش جلویش را بگیرن. هر بازی که هست، این جنگ ریشه در خاورمیانه داره، این جنگ در ریشه به اقتصاد و نفت داره، این داره و آن داره، بازی ها بین کشورهای قدرتمند و منطقه و همسایه است، ولی قربانی شما میتین. دیاد داشته باشند اگر دولت توجه نکند، شمال افغانستان با یک سوریه دوم تبدیل میشه، جنگ شیعه و سنی را اینجا چاق میکنن، به نام طالب و داعش مردم قربانی میته و جغرافیای زیاد به اختیار دشمنان من و تو و این ملت قرار میگیره. ولی ابتکار نیاز است. اگر ما خسارانه کاری بکنیم با دوستا و شخصیتایی که در روس هم داریم، شاید بگن که جدا از نظام کار قابل قبول نیست. و یا قابل قبول نیست که ملت ما، مردم ما پیش چشمای ما کشته شده برن و قربانی داده برن. یا قابل قبول نیست. با یک انسجام قوی و مستحکم نیاز داریم. آخرین تأکیدیم از عزیزان، اگر میخواهند روح شهدا شاد بده باشه و خون شهدا بدر نروه، ما واقعا صادقانه منسجم شیم، یک دست کار بکنیم. نمیشه که کل ما رهبر شیم، نمیشه که کل ما رئیس جمهور شیم، نمیشه که کل ما حرف اول بزنیم، گپ کلان بزنیم. یک کلان و قهرمان ملی در داخل، رهبر شهید در بیرون، که از دوی اونا هدایت میدن، رهبری میکنن در داخل، قهرمان ملی. همه ما احساس غرور مشروع و عزت و افتخار میکردیم که هستیم و هم از زحمت میکشیم، کار میکردیم. این تو فکر میکنیم که همه ما فکر میکردیم چی که واقعا هم تو بود. همه ما به نحو نقش کلان و بزرگ خود در جامعه با مردم خود داشتیم و آزادی عمل هم داشتیم. و آل موریانه واره هم دیگر خدای نخواسته میخوریم. خب آل توتیه خود هست، چی باید کرد؟ تنها انسجام جمعیت هم نمیشه که تنها جمعیت بگم اینجا عذاب اسلامی دیگه هم هست، عذاب سیاسی دیگه هم هست. جمعیت خود را بسازه، با همه کسایی که از خانه کلان و چرد بزرگ جمعیت فعالیت های نهاد های ایجاد کردن یا حرکت های مدینی دیگر را انداختن، امیدوار هستیم که زیر چتر همه جمع شوند. بعد جمعیت با اون توانایی که داره، با تمام احزاب سیاسی که محترم هستن، هستن، حضور دارن، یک ائتلاف و شورای قوی سرتاسری در افغانستان ایجاد کنه که صفو بسیار محکم در بازی سیاسی نظامی و در هر بخش خوبتر بتانه بدارشن و هر روز دستاور داشته باشن. در غیر او اونم قسمی که ما کشته شده میریم، اونم قسمی که در کشور مداخله هست، جنگ انتقال شد به شمال، شمال با آتش میسوزه. این چگونه آتش است که انگار آتش فقط به خاطر کشتن و کشتستانه سوختن ملت ما افروخته شده است؟ این چگونه آتش است که تنها ملت ما را میسوزانه و این آتش فقط برای ملت ما ساخته شده و افروخته شده که شولور شد و قربانی بگیره؟ چرا ما مثل سایر ملل دنیا بربند زندگی نکنیم؟ چرا ما امنیت نداشته باشیم؟ چرا ما مسئولیت نداشته باشیم؟ این ارتباط میگیره به همه شما که دوای رهبری دارین. علمو گپ است که میگن کشتن بشر را که سیاست این است، کردن جهان تباه که حکمت این است. در کسوت خیرخواهی، در کسوت خیرخواهی نوع بشر، حقوق بشر میگن زادن چی فتنه ها، مهارت این است. السلام علیکم.